سلام و ادب خدمت شما شاگردان عزیز. برنامه آموزشی درس کیمیا رو از مکتب هادی تماشا میکنید. خوش آمدید میگم به شما و برنامه آموزشی خودتان مکتب هادی. امروز درس چهارم از فصل سوم کیمیا صنف نهم رو در خدمت شما عزیزان هستیم. نمبر ارتباطی برنامه 20964-780-255-40-13 است که از این طریق میتونید با ما در فضای مجازی ارتباط بگیرید. موضوع فصل در رابطه با هیدروکربن های با گروپ های وظیفوی مختلف میباشد. و اما اهداف درسی امروز که ما شما میخواهیم با هم یک جای کار کنیم در رابطه با کیتون ها و تیزاب های عضوی است که هر کدام از مرکبات را با هم کار میکنیم که دارای چه خصوصیات و ویژگی های است و در کجاها مورد استفاده قرار میگیرد. با آغاز درس امروز با من همراه شوید. و اما کیتون ها چگونه مرکباتی میباشد؟ مشتقات اکسیژندار هیدروکربن ها که دارای گروپ وظیفه‌ای سی دو رابطه او که از دو طرف به گروپ آر یا الکال اتصال یافته باشد. اگر گروپ کاربونیل که سی دو رابطه او می باشد از دو طرف به دو الکال اتصال یافته باشد، ما این مرکب را با عنوان کتون ها شناسایی می کنیم. خب در ادامه شما آشنا خواهید شد که چه قسمی ما چند و کتون های را داریم. بسته به ساختارهایی که کتون ها داره دو نوع به دو حالت یافت می شود، به حالت مایع و به حالت جامد. اگر وزن مولکولی کتون ها بسیار پایین باشد، کتون ها به صورت مایع در طبیعت یافت می شود. نمونه ای از کتون مایع که ما شما استفاده می کنیم کتون اسیتون می باشد که یک کتون مایع هست و در آن مورد استفاده قرار می گیرد و مورد استفاده آن برای پاک کردن لاک ناخن استفاده می شود. اما اگر کتون ها وزن مولکولی آنها بسیار زیاد باشد، به قسمی که در ساختار آنها بیش از 11 تا اتم کربن قرار گرفته باشد، کتون به صورت جامد یافت می شود. نمونه و مثالی از کتون های جامد چاکلت های تلخ می باشد که ما و شما از آن استفاده می کنیم. پس کتون ها بسته به تعداد اتم های کربنی که در ساختار آنها موجود است به دو حالت مایع و جامد یافت می شود. و اما نامگذاری کتون ها چه قسمی می باشد؟ همونطور که می دانید ما در مورد الکان ها و سایر مرکبات و هیدروکربن ها روش نامگذاری را یاد گرفتیم. در کتون ها هم به دو طریقه آیوپک و معمولی ما می تانیم که نامگذاری مرکبات را انجام بدیم که بسیار مهم است. در ادامه می خواهیم یاد بگیریم که چه قسمی به کمک ایدو روش می تانیم کتون ها را نامگذاری کنیم. نامگذاری به روش آیوپک در کتون ها قسمی می باشد که به جای حرف ای در آخر نام هیدروکربن مورد نظر، پسوند او ان ای که مشخصه کتون ها می باشد را نوشته می کنیم و جایگزین می کنیم.
و اما نامگذاری به طریقه معمولی چه قسمی است؟ اگر بخواهیم کتون ها را به روش معمولی نامگذاری کنیم به صورت زیر عمل میکنیم. مرحله اول الکل یا بقیه کوچک را نوشته میکنیم. مرحله دوم بعد از او بقیه بزرگ یا الکایل بزرگ را نوشته میکنیم و در آخر هم کلمه کتون را بر آن علاوه میکنیم. به این صورت با جمعی سه مرحله میتونیم نام کتون مورد نظر را بر روش معمولی انجام بدیم. با توجه به نامگذاری کتون ها به دو روش معمولی و آیوپک که برایتان گفته شده هست میرویم یک سوال در رابطه با این نامگذاری ها کار کنیم. سوالی که برای شما داده شده است، نام مرکبات زیر را به روش آیوپک و معمولی نوشته کنید. دو معادله یا دو ساختار برای شما داده شده است که ساختارها را فرمول ها را بر روی تخته سیاه نوشته میکنم و با کمک هم یک جای نام آن را نوشته میکنیم. سوال از شما خواسته که به روش آیوپک و بر روش معمولی نام مرکب مورد نظر را نوشته کنید. خب فرمول هایی که برای شما داده شده است، فرمول اول CH3 رابطه CO رابطه CH2 رابطه CH3. فرمول دوم CH3 رابطه CH2 رابطه CO رابطه CH2 رابطه خب فرمول هایی که برای شما داده شده است و از شما خواسته که به روش معمولی و آیوپک نام مرکب مورد نظر را نوشته کنید. خب نامگذاری به روش آیوپک چه قسمی بود؟ در نامگذاری به روش آیوپک حرف ای در آخر نام هایدروکربن مورد نظر را حذف میکردیم و به جای آن پسوند او ان ای که مربوط به کتون ها میباشد را جایگزین میکردیم. اما بر روش معمولی چه قسمی عمل میکردیم؟ بر روش معمولی الکایل کوچک را نوشته میکردید، درست است؟ جمعی الکایل بزرگ را بعد از اون نامه یا کلمه کتون را با آن علاوه میکردید و به این صورت نام مرکب مورد نظر بر روش معمولی به دست میامد. خب با توجه به این نکات برویم که دو فرمول را نام آن را نوشته کنیم. خب دقت کنید، گروپ کاربونیل سی او میباشد. شما در ساختار فرمول ها هر کجایی که سی او یا فرمول مشرح آن سی دو رابطه او را مشاهده کردین میشه گروپی وظیفوی ما. گروپ وظیفوی را که مشخص کردید دو طرف آن میشود الکل هایی که با آن متصل است یا گروپ آر که گروپ های آر میتونه مشابه به یکدیگر باشن میتونه متفاوت باشن. خب مرکب اول را به روش آیوپک نامگذاری میکنیم. برای اینکه نام هایدروکربن مورد نظر را نوشته کنیم نگاه میکنیم تعداد اتم های کربن آن چند تاستن. در ساختار مورد نظر بعد از اینکه گروپ وظیفه‌ای را مشخص و جدا کردین تعداد اتم های کربن چند تاستن؟ 3 تاستن. نام هایدروکربنی با 3 اتم کربن میشود پروپان. خب نامش را نوشته میکنیم پروپان. خب گفته شد بر روش آیوپک حرف ای را حذف میکنیم، به جایش پسوند چی علاوه میکنیم؟ O N E.
خب پس ای رو هضم میکنیم بجاش پسوند او این ای رو قرار میتیم که مربوط به کیتون هاسته. نام مرکب میشود پروپا نون. خب به روش معمولی بخواییم نامگذاری کنیم همین مرکب اول رو، دقت کنید در روش معمولی باید الکایل ها مشخص شده باشد، الکایل بزرگ و الکایل کوچک. دو گروپ الکایل به دو طرف گروپ وظیفوی اتصال یافته است. گروپ CH3 الکایل کوچک ما می باشد با یک اتم کربن، گروپ CH2 رابطه CH3 الکایل بزرگ ما می باشد با دو اتم کربن. گروپ الکایل ها که مشخص شد براحتی میتونیم نام آن را به روش معمولی نوشته کنیم. نام الکایل کوچک را نوشته میکنیم که نام الکایل کوچک با یک اتم کربن میشود میتایل. خب نام الکایل بزرگ با دو اتم کربن میشود ایتایل. در آخر هم کلمه کتون رو به آن علاوه میکنیم. پس نام مرکب اول میشود میتایل ایتایل کتون، یک کتونی با گروپ های میتایل و ایتایل. خب مرکب دوم رو دقت کنید، گروپ وظیفه رو مشخص کردیم، گروپ الکایل های آن گروپ هاییست که به دو طرف گروپی وظیفوی اتصال یافته است. نامگذاری آن به روش آیوپک قسمی است که اول نام هایدروکاربون رو پیدا میکنیم. نام هایدروکاربونی با 1, 2, 3, 4, 5 اتم کاربون میشود پنتان. خب نوشته میکنیم پن تان که به جای حرف ای هضم می شود، بجاش پسوند او این ای قرار می گیرد. درست است؟ او این ای که مشخصه ای کتون هاسته. نامش می شود پنتا نون. بر روش آیوپک. بر روش معمولی بخواییم نامگذاری کنیم باید الکایل کوچک و بزرگ مشخص شده باشد. خب این می شود الکایل کوچک ما با دو اتم کربن. می شود الکایل بزرگ ما با 3 اتم کربن. نام الکایل کوچک با 2 اتم کربن می شود ایتایل. نام الکایلی با 3 اتم کربن می شود پروپایل. در آخر هم کلمه کتون رو به آن علاوه می کنید. با پسوند او این ای که مشخصه ای که جنها می باشن. نام مرکب مورد نظر می شود ایتایل پروپایل کتون، کتونی با گروپ های ایتایل و پروپایل. به این صورت با توجه به نکاتی که در رابطه با نامگذاری ها یاد گرفتید می تانید مرکبات مختلف را نامگذاری کنید. نکته بسیار مهم توجه داشته باشی شاگردای عزیز، در رابطه با نامگذاری کتون ها این نکته را دقت کنید که اگر به گروپ کاربینول به گروپ کاربونیل که سی دو رابطه او می باشد به دو طرف آن گروپ های الکایل که اتصال یافته است اگر کاملا مشابه به یکدیگر باشد، در این صورت شما در نامگذاری ها از پشوندی دای استفاده میکنید. نامگذاری آن قسمی انجام میشود که در مرحله اول پیشوند دای را نوشته میکنید، بعد از اون نام الکایل مورد نظر را نوشته میکنید و در آخر هم کلمه کتون را به آن علاوه میکنید. پس با کمک هم با توجه به این نکته ای که اشاره کردیم میرویم یک سوال کار کنیم.
سوالتان این قسمی است. نام مرکبات زیر را نوشته کنید. دو ساختار برای شما داده شده هست با گروپ های الکایلی که عین یکدیگر می باشد. با توجه به نکته‌ای که پیشتر یاد گرفتید می رویم بر روی تخته سیاه دو فرمول را نام آن را نوشته کنیم. خب دقت کنید، با توجه به نکته‌ای که بیشتر براتون گفته شد، در صورتی که گروپ های الکایل که به گروپ کاربونیل یا گروپ وظیفوی اتصال یافته است مشابه به یک دیگر باشد، دقت کنید، اگر این گروپ وظیفوی ما باشد، دو الکایلی که به آن اتصال یافته است کاملا مشابه به یک دیگر باشد، در این صورت از پیشوندی دای در نامگذاری ها استفاده میکنیم که دای به معنای دو است. خب مرکب اول را نامگذاری میکنیم، دو الکایل مشابه داریم، پس پیشوند دای را برای علاوه میکنیم، نوشته میکنیم دای. بعد از اون نام الکایل مورد نظر را، نام الکایلی با یک اتم کربن میشود میتایل و در آخر هم کلمه کتون را نوشته میکنیم. چرا؟ چون دارای گروپ وظیفوی سی او می باشد. پس نام مرکب مورد نظر می شود دای میتایل کتون، کتونی با دو گروپ میتایل. مرکب دوم رو نامگذاری میکنیم، دارای دو گروپ مشابه میباشد، پس از پیشوندی دای استفاده میکنیم. بعد از اون نام الکایل مورد نظر رو، نام الکایل با دو اتم کربن میشود ایتایل. در آخر هم کلمه کتون رو نوشته میکنیم. نام مرکب مورد نظر می شود دای ایتایل کتون، کتونی با دو گروپ ایتایل. این قسمی شما می توانید نامگذاری ها را در رابطه با کتون ها انجام بدین. خب تا به اینجا شما با ویژگی های مرکبات کتونی آشنا شدید، یاد گرفتین که کتون ها دارای چه گروپ وظیفه است که گفته شد اگر گروپ کاربونیل که سی دو رابطه اومه باشد از دو طرف به دو الکایل اتصال یافته باشد ساختار یک کتون به دست می آید. و با نامگذاری کتون ها آشنا شده که چه قسمی میتونیم نامگذاری کنیم، بر روش آیوپک، بر روش
معمولی و همچنان کتونهای مایع و جامد یاد گرفتیم که به دو حالت یافت می شوند. کتونهایی که اگر تعداد اتمهای آنها بسیار پایین باشد به حالت مایع یافت می شود مثل اسیتون، اگر که نه تعداد اتمهای کربن آن بیش از 11 تا باشد به شکل جامد مثل شکلات های تلخ یافت می شود. در ادامه می خواهیم با هایدروکربن هایی به نام تیزاب های عضوی یا نام دیگرش کاربوکسیلیک اسید ها آشنا شویم. و اما تیزاب های عضوی یا کاربوکسیلیک اسید ها چگونه هایدروکربن هایی است؟ اگر مرکباتی دارای گروپ وظیفه‌ای سی دو رابطه او رابطه او اچ باشد که این گروپ وظیفه‌ای از یک طرف به گروپ آر اتصال یافته باشد، ساختار مورد نظر یک ساختار تیزاب عضوی است. اگر به جای گروپ آر که در ساختار تیزاب‌های عضوی است یک تا اتم هیدروژن جایگزین شود، ساختاری به این صورت به وجود می آید که ساده ترین تیزاب عضوی است به نام فرمیک اسید. که فرمیک اسید از جمله ساده ترین تیزاب های عضوی است که بسیار کاربرد آن مهم است. یک مایع است کاملا بی‌رنگ و بوی تخریش کننده دارد و از بخش های قدامی مورچه سرخ تولید می شود. به همین خاطر به آن تیزاب مورچه هم گفته می شود. اما در بعض از نباتات سبز مانند پالک و همچنان در نیش زنبور هم فرمیک اسید یافت می شود. دیگه از جمله کاربرد های فرمیک اسید که بسیار مهم است در صنعت لابراتواری است. در صنعت لابراتواری از فرمیک اسید با عنوان برطرف نمودن منگی ظروف استفاده می شود که بسیار یک کاربرد مهم و مفید است. و همچنان در صنعت چرم سازی و نساجی با عنوان برطرف کننده میکروب از این مرکب استفاده می شود. پس ببینید که چقدر فرمیک اسید کاربرد های بسیار مهم را دارد که باید شما این دو کاربرد را یاد داشته باشید. و اما فرمیک اسید چه قسمی تولید می شود؟ که در صنعت یا در محیط لابراتواری می خواهیم ببینیم که چه قسمی مرکب تولید می شود که از تعامل سودیم فرمید یا سودیم فرمید با تیزاب گوگرد فرمیک اسید تولید می شود که معادله آن را بر روی تخته سیاه نوشته می کنیم که بسیار مهم است. خب میخواییم ببینیم که فرمیک اسید چه قسمی تولید میشه، معادله آن را نوشته کنیم که بسیار مهم است. در اثر تعامل سودیم فرمید HCOONA که سودیم فرمید میباشد تعامل کند با H2SO4 تیزاب گوگرد. محصولات رو که برای ما تولید میکند خوب دقت کنید، یک تا اتم هیدروژن با اتم سدیم جای به جای میشود، تعامل تعویضی صورت میگیرد و مرکب مورد نظر میشود HCOO. به جای اتم سدیم یک تا اتم هیدروژن از تیزاب قرار میگیره، جمعی به جای سدیم با HSO4 تعامل می دهد می شود Na HSO4. خب این مرکب مورد نظری که در قسمت تولید شد HCOOH فرمول فرمیک اسید است. پس دیدین که از تعامل سدیم فرمید که این مرکب می باشد
و تیزابی. گوگرد که H2SO4 می باشد، تعامل تعویضی صورت می گیرد. اتم سدیم با یک تا اتم هیدروژن تعامل تعویضی را انجام می دهد و فرمیک اسید که با فرمول مولکولی HCOOH می باشد تشکیل می شود. این معادله مهم است، یاد داشته باشید که در سوالات امتحانی ممکن است بیاید که از تعامل چه مرکباتی فرمیک اسید تولید می شود. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما تمام شد. امیدوارم که درس امروز خوب یاد گرفته باشید. امروز با ساختار کتون‌ها و تیزابهای عضوی آشنا شدید. یاد گرفتید که تیزابهای عضوی دارای چه گروه‌های وظیفه‌ای است و همچنان کتون‌ها با چه گروه‌های وظیفه‌ای شناسایی می‌شود و هر کدام چه قسمی نامگذاری می‌شود و در کجاها استفاده می‌شود. شما امروز با تیزابهای عضوی آشنا شدید که چه مرکباتی است. در جلسه بعدی انشاءالله در رابطه با تیزابهای عضوی بیشتر با هم کار خواهیم کرد که چگونه نامگذاری می شود و دیگر مرکبات مهمی که از خانواده تیزابهای عضوی می باشد را برای شما معرفی خواهیم کرد که دارای چه کاربردهایی می باشد. درس امروز ما تمام شد. شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدایا را نگهدارتان باشد.